بعضی از شهرها مثل لندن اکثر اوقات با مه صبحگاهی نسبتاً غلیظی همراهن و همین موضوع میتونه پرواز هواپیماها رو دچار مشکل کنه. چند وقت پیش صدها پرواز در فرودگاه هیترو لندن به دلیل وجود مه شدید و غلیظ کنسل شد یا با تأخیر انجام شد. به نظرتون فرود هواپیما در مه و گرد و غبار امکان پذیره؟ خلبان‌ها در مه غلیظ و بدون داشتن دید واضح از باند فرودگاه چطور هواپیما رو هدایت می‌کنن و روی باند فرود میان؟ خلبان‌ها مسلماً برای پرواز و فرود در باند فرودگاه نیازمند دیدن مسیر و باند هستند. اما همونطور که می‌دونید در شرایطی که مه غلیظی وجود داشته باشه این امر امکان‌پذیر نیست و باند به سختی دیده میشه. توی همچین شرایطی خلبان‌ها چی کار می‌کنن؟ آیا سیستمی وجود داره که به فرود هواپیما در مه کمک کنه؟ در واقع چنین سیستمی وجود داره و در شرایطی که به خاطر مه صبحگاهی خلبان نتونه به خوبی باند رو ببینه از چیزی به نام سیستم ابزار فرود استفاده می کند. تقریبا تمام فرودگاه های بزرگ و بین المللی دنیا مجهز به چنین سیستمی هستند و در شرایطی که دید مناسب وجود نداشته باشه از طریق سیگنال های رادیویی هواپیما خلبان اون رو هدایت می کنه. بر اساس گزارش شرکت NATC در شرایطی که مه و گرد و غبار غلیظ وجود داشته باشه فاصله هواپیماها از هم باید 50% بیشتر بشه. همچنین هواپیماها باید در هنگام حرکت در باند یا سوار کردن مسافران فاصله بیشتری از هم داشته باشند. مسلماً این همه فاصله بیشتر و کندی در روند پرواز موجب تأخیر در زمان بندی پروازها میشه. به همین دلیله که در هنگام مه و شرایط جوی ناپایدار شاهد تأخیر در پرواز و فرود هواپیماها هستیم. انواع مختلفی از سیستم ابزار فرود وجود داره. پیچیده ترین اونها به آموزش های حرفه‌ای خلبانی نیاز داره و به فرود هواپیما در مه کمک میکنه. این سیستم به خلبان اجازه میده در شرایطی که مطلقاً هیچ دیدی نداره بتونه در باند فرودگاه فرود بیاد. ایرلاین‌های بزرگ معمولاً از این سیستم استفاده می‌کنند، اما سیستم‌هایی که پیچیدگی بسیار کمتری هم دارن وجود دارن که به فرود هواپیما کمک می‌کنه. توی این سیستم‌ها لازمه خلبان تقریباً باند رو ببینه. در صورتی که مه بسیار شدید باشه، هواپیما نمی‌تونه با استفاده از این سیستم فرود بیاد. در نتیجه منجر به تأخیر یا کنسل شدن پرواز میشه. هواپیما برای فرود و همینطور قبل از تیک‌آف نیاز داره مسافتی رو روی باند فرودگاه طی کنه. در طول این حرکت لازمه که هم خلبان و هم برج مراقبت وضعیت هواپیما رو روی باند مشاهده کنن. در صورتی که به دلیل مه غلیظ این امر امکان‌پذیر نباشه، فرودگاه‌های بسیار بزرگی مثل فرودگاه هیترو از سیستم رادار زمینی استفاده می‌کنند. به این ترتیب به برج مراقبت این امکان داده میشه که خلبان رو برای تیک‌آف یا فرود هدایت کنه. البته این موانع باعث میشن کل فرایند پرواز و فرود با سرعت کمتری انجام بشه. به همین خاطره که در صورت وجود مه و گرد و غبار پروازها با تأخیر روبرو میشن. در صورتی که فرودگاه مجهز به سیستم رادار زمینی نباشه، یک بارکش به کمک هواپیما میاد و خلبان با دنبال کردن اون میتونه در مسیر صحیح قرار بگیره. اگر تصمیم گرفته بشه که این کار انجام بشه، باز هم منجر به تأخیر بیشتر در پرواز و فرود خواهد شد. در طول جنگ جهانی دوم، نیروی هوایی انگلیس با سوزاندن بخش زیادی از ذخیره سوخت در یک سمت باند باعث از بین بردن و ناپدید شدن مه می‌شد. اما امروزه این کار به دلیل مصرف سوخت بالا و به صرفه نبودن دیگه انجام نمی‌شه. تمام فرودگاه‌ها الزامات خاصی در مورد شرایط دید خلبان دارند. خلبان‌ها قبل از اینکه به فرودگاه نزدیک بشن با برج مراقبت تماس می‌گیرن و در مورد شرایط جوی و احتمال مه تحقیق می‌کنن. در صورتی که مه غلیظی وجود داشته باشه تصمیم گرفته میشه که هواپیما از چه طریقی فرود بیاد. تصمیم گیری در این مورد به مدل هواپیما، مهارت و آموزش‌های خلبان و ویژگی‌های فرودگاه بستگی داره. علاوه بر این هر شرکت هواپیمایی ممکنه قواعد خاصی در مورد فرود هواپیما در مه داشته باشه. گفتیم که فرود هواپیما در مه کار دشواریه و نیازمند مهارت خلبان و برقراری ارتباط و هدایت توسط برج مراقبته.
اما در مورد تیک‌آف و پرواز چی؟ آیا در چنین مواقعی هم خلبان باید دید بسیار خوبی داشته باشه یا با وجود مه غلیظ هم میشه پرواز کرد؟ در واقع اهمیت دید در هنگام فرود بیشتر از زمان پروازه. خلبان ها نیاز دارن قبل از فرود سطح باند و مسیر حرکت رو ببینن تا خدایی نکرده سانحه‌ای برای هواپیما و مسافر پیش نیاد. فرود هواپیما در مه به نوع و مدل هواپیما هم بستگی داره. برخی هواپیماها قادر هستند حتی زمانی که خلبان دیده کافی نداره هم در باند فرود بیان. اکثر هواپیماهای مدرن بوئینگ و ایرباس قابلیت فرود خودکار رو دارند. استفاده از فرود خودکار مثل استفاده از سیستم ابزار فروده، با این تفاوت که اتوپایلوت به هواپیما اجازه میده خودش در باند فرود بیاد. هواپیماهایی مثل بوئینگ 737 دارای نمایشگر هدزاپ هستند که به اونها کمک میکنه در شرایط بد جوی و مه شدید هم بتونن فرود بیان. قوانین و دستورالعمل‌های هر ایرلاین در مورد فرود هواپیما در مه ممکنه متفاوت باشه. مثلا ایرلاین ثابت وست تنها به خلبانهاش اجازه میده که با استفاده از هدزاپ خودشون به صورت دستی هواپیما رو هدایت کنن و خلبانها مجاز به استفاده از اتوپایلوت نیستن. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، حتما اون رو با دوستتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما صفحه‌مون رو دنبال کنید.